اکثریت مجمع پارلمانی شورای اروپا که مجالس 47 کشور را نمایندگی می کند، به موقعیت قانونی مجاهدان اشرف تحت کنوانسیون 4 ژنو گواهی می دهند و با استناد به حکم دادگاه اسپانیا و اساسنامه دادگاه بین المللی جنایی، کشتار و حملات مالکی و رژیم در اشرف را جنایت جنگی می شناسند. به انحلال کمیته سرکوب و به پایان دادن فوری شکنجه مجاهدین با 180 بلندگو در اشرف فرا می خوانند. زمین و زمان علیه دیکتاتوری به لرزه در آمده است، با این تفاوت که ابعاد دیکتاتوری و سرکوب و اعدام در حکومت سید علی به نسبت بن علی تفاوت گنبد و گردوست. انگار همچنان که در قرآن آمده است، مرتجعان حق ستیز و دین فروش می خواهند نور خدا را با دهنهای آلوده خود خاموش کنند، اما اراده ای بسا فراتر مصر است که این نور را به اتمام و کمال برساند. خونهای برزمین ریخته علی صارمی، برجسته ترین زندانی سیاسی مقاوم ایران با 24 سال زندان و قهرمانانی همچون جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی به ترتیب با 11 سال و 7 سال سابقه شکنجه و زندان، پرتوهای درخشان همین نور را بازتاب می کنند. سلام بر آنان.